شما بینندگان ارجمند برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت من فریبا شیرازی همراه با همکارم علی اصغر رمضانپور پور مهمان خانه های شما هستیم تا با هم نگاهی کنیم بر مهمترین عناوین خبری هفته گذشته سلام بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه سلام بر شما خانم شیرازی و بینندگان عزیز اجازه بدید برنامه این هفته رو با بحران در تنگه بابل مندب آغاز کنیم. هفته گذشته یک ناو آمریکایی مورد حمله موشکی شورشیان حوسی در یمن قرار گرفت. پیش از اون هم دو هفته پیش هم یک کشتی باری متعلق به امارات مورد حمله های راکتی همین گروه قرار گرفت و در حال حاضر صحبت این هست که آمریکا دو تا ناو به این منطقه اعزام کرده و ایران هم اعلام کرده که دو کشتی جنگی به منطقه به ساحل یمن اعزام کرده هدف از ارسال این کشتی های جنگی از سوی ایران در این منطقه چی هست؟ خب البته فرستادن کشتی های جنگی به من این منطقه در یمن از طرف ایران چیز تازه نیست و در واقع بخشی از برنامه روانی و نظامی که ایران در طول یک سال گذشته مرتبا انجام داده ولی خب اهمیت اعزام این بار این هست که بعد از این انجام داده که یک کشتی در واقع نظامی امریکایی سه مرکز در واقع کنترل راداری در ساحل یمن رو که در اختیار حوسی ها و به طور غیر مستقیم در کنترل ایران بوده مورد حمله قرار داده با موشک کروز و این در واقع امکانات کنترل نظامی حوسی ها در اون منطقه رو محدود کرده و ایران البته اعلام کرده که این کشتی ها رو برای کنترل دزدان دریایی میفرسته و این نشون میده که همچنان ایران پرهیز داره که مسئله حمایت خودش از حوسی ها رو آشکار بکنه و مسئله رو به سمت درگیری رسمی با امریکا بکشونه بنابراین به نظر میاد که ایران متوجه هست که در این شرایط باید تا حدی مسئله رو کنترل بکنه در این حال از نظر تبلیغات داخلی با اعزام در واقع ناوهای خودش به نوعی پرس سعی کرده پرستیج سیاسی خودش رو حفظ بکنه ولی کاملا محسوس هست که نمیخواد این مسئله به سطح درگیری با نیروهای امریکایی که در منطقه هستن بکش اشاره کردید که آمریکا سه مرکز رادار متعلق به حوسی ها رو مشکباران کرده سال پرسش اینجاست که واقعا چقدر احتمال یک درگیری جدی میان نیروهای آمریکایی و ایران و حوسی ها در این منطقه وجود داره و ازام کشتی جنگی از سوی ایران چه پیامی به کشورهای منطقه میده؟ خب به نظر میاد که در حال حاضر هم امریکا هم عربستان و هم ایران نمیخوان دامنی درگیری در یمن گسترش پیدا بکنه یعنی درسته که بعد از اینکه گفتگوهای صلح در کویت در ماه گذشته عملا شکست خورد و اون آتش بس موقت مثلا ماه رمضان هم به جایی نرسید ولی نه عربستان مایل خیلی دامنه درگیری ها رو در یمن افزایش بده و نه ایران و امریکا بنابراین به نظر میاد که این هدف این در واقع فشارها بیشتر این هست که حمایت تسلیحاتی ایران از حوسی ها قطع بشه برای اینکه میدونیم الان سطح درگیری در اونجا به نحویه که هر در واقع تغییر تاکتیکی یعنی از نظر فرستادن همین موشک های نور یا در واقع زلزال سه که ایران فرستاده میتونه از نظر تاکتیکی صحنه عملیات نظامی رو تغییر بده و این تاثیر بذاره و من فکر میکنم بیشتر فشارها برای این هست که ایران رو ناگزیر بکنن که حداقل دست از ارسال سلاحهای تازه تر به حوسی برداره چقدر میتونه موفق باشه این هدف یعنی چقدر میتونن ایران رو مهار کنن که دست از حمایت از شورشیان و حوسی برداره واقعا؟ به نظر من این یک مقداریش بستگی داره به مسئله گفتگوها در سوریه هفته گذشته اتفاق دیگه ای که افتاد اینه که ایران از مشارکت در گفتگوهایی که قرار بود با وساطت نماینده سازان ملل در سوریه صورت بگیره خودداری کرد البته احتمال داره که بعدا به اون بپیونده ولی تا الان به نظر میاد که موضع مشترک روسیه ایران و دولت سوریه این هست که در واقع موضع مذاکرات رو خیلی دنبال نکنن و این به تنش بیشتر احتمال داره در سوریه بیانجامه معمولا ایران اینجوری هست که وقتی که تنش در سوریه افزایش پیدا میکنه در یمن هم سعی میکنه که این فشار رو بیشتر بکنه به خاطر رقابتاش به خصوص با عربستان سعودی بنابراین من فکر میکنم که مسئله یمن تا حد زیادی بستگی داره به اینکه گفتگوها در سوریه به چه سمت میره اگر امریکا بتونه در واقع روسیه رو وادار بکنه که دوباره برگرده به مدار مذاکره در مورد سوریه احتمالا تنشا در یمن هم به نظر من کاهش پیدا خواهد بسیار عالی اجازه بدین به یک موضوع دیگه هم بپردازیم که در هفته گذشته یه مقدار رسانه‌ای شد بحث بیکاری در ایران آمارها نشون میده که بیکاری در ایران رو به افزایش آقای سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته در حال حاضر به صورت رسمی ما 6 میلیون نفر بیکار داریم و به صورت غیر رسمی آمارها تا 11 میلیون نفر بیکار هست حل مشکل اشتغال و اشتغال زایی یکی از اولویت های اصلی آقای روحانی بود و یکی از شعارهای محوریشون بود توی انتخابات و یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه به نظر می رسه که دولت آقای روحانی در زمینه اشتغال موفقیت چندانی کسب نکرد یا کارنامه موفقی نداشته چرا واقعا؟ خب من فکر می کنم که مسئله یه مقدار جدیتر از اقدامات دولت روحانی هست به طور کلی حکومت ایران از نظر اقتصادی نه, نه فقط دولت آقای روحانی به جز یک دوره محدود در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق در به اصطلاح دهه هفتاد اوایل دهه هفتاد که مسئله ایجاد اشتغال براش اهمیت بیشتری داشت بعد از اون دیگه مسئله اشتغال و کاهش بیکاری خیلی برای دولت ایران اهمیت نداشته دلیل اصلیش اینه که اون درآمدهای اصلی رو که میخواد از طریق نفت تأمین میکنه در مورد پروژه های نفت هم بیشتر متکی هست به بخش محدودی که بیشتر الان دیگه بیش از اینکه کارگر نیاز داشته باشه به متخصص نیاز داره بنابراین خیلی تولید کار نمیکنه بنابراین هیچ سرمایه گذاری عمده ای رو ما در دهه 80 در ایران از نظر ایجاد اشتغال شاهد نبودیم اون کارگاه هم که کار میکردن در دوره تحریم به شدت دوچار مشکل شدن و یکی یکی از گردونه تولید خارج شدن یادمون نره که ما در فاصله سالهای 1380 تا 1392 به طور مداوم با اخباری روبرو بودیم مبنی بر کارگرانی که از کار بیرون شدن و یا کارگرانی که حتی چیزی در حدود 6 ماه یا یک سال حقوقشون رو دریافت نکردن بنابراین تنها کاری که به نظر میاد دولت روحانی تونستی بکنه اینه که از میزان بیشتره در واقع بیکار شدن در بعضی از این واحدها و جلوگیری بکنه و بعضی از حقوقا رو بپردازه وگرنه سیاست کلی که سیاست تولید اشتغال باشه در ایران تغییر نکرده سه عامل این مسئله رو در ایران تشدید کرده دو عاملش به طور بین‌المللی مشترکه یعنی مسئله خوشسالی و کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی که تقریبا در همه کشور خاورمیانه میانه صورت گرفته مسئله دوم کاهش قیمت نفت که سرمایه گذاری در نفت رو کاهش داده ولی یک مسئله است که به طور خاص در ایرانه و اون اینه که مسئله اشتغال زنان هم در ایران با مشکل روبرو شده الان ما میبینیم تقریبا بیکاری در زنان دو برابر بیکاری در مردانه بنابراین سیاست های اجتماعی در ایران هم به نحوی است که بیکاری رو در ایران افزایش میده و هیچ دورنمایی برای کم شدن اون حتی در دوره بعدی دولت آقای روحانی نیست پرسش اینجاست که رشد دولت روحانی اعلام کرده که رشد اقتصادی ما رشد اقتصادی مثبتی داشتیم اما در خوشبینانه ترین حالت رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کمک چندانی نمی کنه تجربه کشورهای دیگه هم نشون داده اگر قرار اشتغال بیشتر بشه یا اشتغال زایی بشه در جامعه باید اقتصاد آزاد بشه آزادسازی اقتصاد صورت بگیره و اینکه واقعا خوداشتقالی و خودشتغالی و کارآفرینی به خصوص در عرصه و زمینه خدمات زیاد بشه در ایران اجرای چنین سیاست عملا با مانع روبرو رو هست به خاطر اینکه اقتصاد باید به لحاظ زیرساختی آماده ای ایجاد خوداشتغالی و کارآفرینی قرار بگیره و درهای اقتصاد ایران باز بشه چقدر امکان ایجاد فضای کسب و کار واقعا در فضای کنونی اقتصاد ایران وجود داره امکانش که از نظر شرایط در ایران وجود داره ولی همونطور که اشاره کردم مسئله در سیاست های دولت در حاضر نیست مثال میزنم مثلا ببینید شما یکی از زمینه های ایجاد اشتغال افزایش اشتغال در حوزه های ارتباطی استفاده از اینترنت نرم افزار و در واقع این زمینه هایی هست که با دانش دیجیتال پیش اومده همونطور که ما حالا میدونیم مثلا هند هندوستان میزان زیادی در این زمینه سرمایه گذاری کرده و موفق هم بوده ما در این زمینه با توجه به سطح بالای آموزش که در ایران داشتیم و داریم کاملا امکان کار داریم و جالبه که بدونیم که این زمینه یعنی در زمینه در واقع تکنولوژی نو در سطح جهانی میزان مشارکت زنان بیش از میانگین مشارکت در بخش های دیگه است بنابراین ما میبینیم اگر ما بتونیم در زمینه فقط نرم سرمایه گذاری بکنیم محدودیت های در مورد اینترنت رو برداریم و امکان مبادله نرم افزاری با جهان رو فراهم بکنیم تحت مقرراتی مثل کپی رایت بنابراین ما یک زمینه توسعه اشتغال بسیار زیاد میتونه پیدا بکنیم باز برگردیم به مسئله ام... کشاورزی که بیشترین میزان ریزش رو در نیروی کار در ایران در ده سال گذشته داره و الان به کمترین میزان در واقع اشتغال در ایران کشاورزی است اگر سرمایه گذاری بره به سمت اینکه بتونه مسئله آب و خاک بحران آب و خاک در ایران رو کنترل بکنه و سرمایه گذاری متمرکز در اونجا بکنه امکان جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش اشتغال در روستاها افزایش شده میکنه که برای ایران در حال حاضر حیاتیه ولی همونطور که اشاره کردم همه اینها نیازمند تغییر کلی در چارچوب سیاست های اجتماعی و ایجاد بستر برای مشارکت بیشتر هست که به نظر میرسه در دولت آقای روحانی این اراده در حال حاضر وجود نداره چون ما بینیم در سه سال گذشته دولت آقای روحانی تمام غمش رو صرف حل و فصل مسئله هسته ای کرد و توی زمینهای های اشتغال آنچنان سیاست های استفاده نشد بس اینجاست که اگر به مسئله اشتغال واقعا رسیدگی نشه جامعه دچار بحران میشه برنامه داره؟ خب ببینید مسئله فراتر از خواست دولت روحانیه برای اینکه حتی اگر اون بخشش که مربوط به دولت آقای روحانی میشه اون بخشش که مربوط به دولت آقای روحانی میشه تلاش هست برای اینکه بتونه ارتباط اقتصادی ایران رو با جهان برقرار بکنه یعنی مسئله برجام و مسئله که الان در مورد, مورد بحث هست یعنی مسئله پولشویی و پذیرش میارهای اون گروه بین اقدام مالی یه امر حیاتی هست برای باز کردن فضای اقتصادی ایران و اون رو نمیشه از تلاش برای تغییر در فضای اقتصادی ایران و کسب و کار در ایران جدا کرد بنابراین به نظر میاد که دولت روحانی تا اون بخشی که در برنامهش بوده تونسته پیش ببره ولی واقعیت اینه که به طور گسترده تر مسئله اشتغال اصلا در اولویت های بخشای وزارت خونهای اقتصادی دولت آقای روحانی نبوده بسیار. و به نظر من بعید میاد در دوره آینده هم باشه بسیار عالی اجازه بدین از این مسئله عبور کنیم بپردازیم به موضوعی که هفته گذشته وزیر اطلاعات مطرح کردن ایشون گفتن که چند طبعی خارجی به همراه 100 کیلو مواد منفجره دستگیر شدن هیچ اطلاع و جزئیات مشخصی رو ارائه نکردند که هویت این دستگیر شدگان چی هست کجا دستگیر شدن هدفشون از خرابکاری یا ایجاد انفجار در نقاط مختلف ایران چی است قبلا هم ایشون صحبت کردن که چندین گروه های خرابکار یا گروه هایی که ایران ازشون به عنوان افراد تکفیری وابسته به القاعده یا داعش نام میبره مطرح شده چرا جزئیات بیشتری ارائه نمیشه واقعا خب ببینید سوال مهمیه برای اینکه مقایسه بکنیم مثلا شما در آلمان یا فرانسه یا انگلیس یا آمریکا وقتی فعالیت تروریستی صورت میگیره جزئیات به میزان زیادی هر. نه البته جزئیات امنیتی ولی اینکه چه کسی بوده چه کاری کرده به طور دقیق روشن هست مطبوعات راجعش حرف میزنن و این به عنوان بخشی از فرایند جلوگیری از تکرار اون شناخته میشه ولی در ایران اطلاعاتی که داده میشه ترکیبی از بعضی از اطلاعات واقعی و سناریوهای تبلیغاتی که وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران درست میکنن بنابراین مسئله رو برای مردم در ایران غیر قابل باور میکنه و مسئله رو جنبه تبلیغاتی بهش میده بنابراین ما تصور روشنی از فعالیتی که در ایران صورت میگیره نداریم و یک مسئله دیگه اینه که ایران این مسئله رو معمولا ازش استفاده میکنه برای پنهان کردن یک تنش بزرگتری که در دو منطقه مرزی خودش یعنی در منطقه ده کردستان ده. و منطقه سیستان و بلوچستان داره و معمولا از انتشار این اخبار استفاده میکنه برای اینکه بقیه تحولات سیاسی و امنیتی در این منطقه رو که برمیگرده به زمین های اقتصادی و سیاسی بپوشونه بنابراین این اطلاعاتی که وزارت اطلاعات میده بیش از این که فقط کاربرد تبلیغاتی داشته باشه هیچ اطلاعی بیشتری به شهروندان در ایران نمیده که واقعا چه تحولاتی در ایران داره رخ میده به عنوان نمونه میخوام بگم مثلا در دور قبلی که در ایران سیزده نفر رو در زندانهای کردستان اعدام کردن بخشی از اونها به عنوان گروه های تکفیری و تروریستی معرفی شدن در حالی که اینها بخشی بودن که قبل از این فعالیت ها در زندان بودن بنابراین ما هیچ اطلاعات روشنی نداریم که این اطلاعیه که وزارت اطلاعات میده چقدر واقعا به مسئله تروریست های خارجی مربوطه و چقدر به مسئله تنش های داخلی سیاسی و مرزی در خود ایران دقیقا نمونه هایی که در استان کردستان هم رخ داد فقط اطلاع رسانی در حد قطر چکانی بود و واقعا مشخص نبود که آیا این درگیری هایی که در مناطق مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان اخیرا تعدادشون هم زیاد شده به چه صورت هست و هیچ اطلاعات جزئیات دقیقی منتشر نشد اجازه بدین از این مسئله عبور کنیم بپردازیم به موضوعی که سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون فوتبال والیبال جهانی خواسته که میزبانی مسابقات جهانی والیبال رو به ایران ندن به دلیل اینکه ایران همچنان مانع تراشی میکنه برای حضور زنان در ورزشگاه ها سال 2015 همین موضوع باعث شد که ایران میزبان مسابقات والیبال جهانی جوانان رو از دست بده خانم مولاوردی شاهین مولاوردی معاون رئیس جمهور ایران هم در همین زمینه گفته که بعد از 36 سال نظام جمهوری اسلامی هنوز در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها با چالش مواجه است و باید واقعا چاره ای چرا تا حالا چاره ای شده به نظر میاد که چاره که ای شده همینه که زنان نباشند یعنی با توجه به اینکه ما میدونیم دو سال پیش دولت روحانی طرحی رو شروع کرد برای اینکه بذاره که زنان بیان به ورزشگاه ها خود خانم مولاوردی اعلام کرد که این مسئله حل شده در کمیسیونای مربوطه معاون وزیر ورزش این مسئله رو مطرح کرد ولی بعد دوباره قطع شد مسئله این نشون میده که در واقع یک تصمیمی در سطحی بالاتر از دولت آقای روحانی به لحاظ امنیتی گرفته شده که مانع حضور زنان در ورزشگاه ها باشن و با توجه به صحبت آقای خامنه ای که این مسئله رو قبلا هم مطرح کرده در مورد مسئله دوچرخه سواری هم ما این مسئله رو دیدیم به نظر میاد که تصمیمیه که از طرف آقای خامنه ای در ایران گرفته شده که زنان حضور نداشته باشن و این در واقع یک نرز... محافظه کاران از حضور زنان در ورزشگاه واقعا از چیه؟ اون توضیحی که آقای خامنه ای داده اینه که اگر زنان بیان در صحنه عمومی حضور پیدا بکنن ممکنه ده ده مردان رو به گناه بیندازن و اینا نباید توی بیان توی سنای عمومی یادمون نره که آقای خامنه ای مقایسه کرده بود بدن زنان ایرانی رو با بدن زنان در چین گفته بود و اینکه دو در, در چین اشکال میدن اجازه میدن اشکال نداره برای اینکه بدن اونا جوری نیست که اصلا معلوم بشه اینا زنن ولی بدن زنان ایرانی یعنی وقتی شما نگاه میکنی به جزئیات حرف خامنه ای بیشتر مسئله جنبه جنسی پیدا میکنه تا اینکه یک سیاست اجتماعی باید. یعنی در واقع یک نوع سیاست سرکوب حضور و بدن زن هست که باعث شده که مانع حضور و فکر میکنم که دلیل این حساسیت به هم هست همین هست که مسئله خیلی کاملا نقض آشکار حقوق بشر هست ایران اگه که مسابقات میزبانی مسابقات جهانی رو حالا هم توی والیبال حالا هم توی ممکنه مسابقات دیگه فرصت ها و و عرصه‌های دیگر رو از دست بده چه پیامدهایی برای ایران داره در زمینه ورزش در مجامع جهانی خب پیامدهایی برای دولت ایران نداره به جز اینکه خب یک شهرت بین‌المللی بد به شهرت‌های بدش اضافه میشه ولی فکر میکنم ام ام امید در واقع اون کسانی که این حمله ها رو میکنن اینه که شاید تاثیر بذاره به اینکه تصمیمات در داخل ایران به نحوی تغییر بکنه وگرنه به نظر من دولت ایران انقدر در مورد مسائل مهمتر شهرت های بد داره که این مسئله خیلی تاثیری در رفتار اون نخواهد گذاشت بسیار عالی اجازه بدین نگاهی هم داشته باشیم به دومین مناظره نامزدهای حزب جمهوریخواه و دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا خانم کلینتون و آقای ترامپ مناظره دوم برگزار شد در فضای بسیار پرتنش و پیش از اون که به برنامه ها و سیاست های همدیگه بپردازم به, به مسائل شخصی پرداختم و بسیار شخصی شد طوری که حتی یعنی از اول اونقدر شمشیر از رو بسته شده بود که دو کاندیدا حتی دستم به یکدیگر ندادن مخصوصا این که این مناظره در سایه انتشار نوار ویدیویی که از آقای ترامپ در سال 2005 که در اون حرفای رکی که نسبت به زنان زده بود و قرار گرفت بعد از اون صحبت های آقای ترامپ که تو اون ویدیو منتشر شد بسیاری از سران حزب جمهوری ها حمایت خودشون رو از آقای ترامپ قطع کردند. و از جمله آقای پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکایی که گفتش که دیگه پول و وقت خودمون رو صرف ترامپ نمی کنیم. اما آقای ترامپ گفتش که خب از این به بعد بدون قید و بند حزبی به جنگیدن ادامه میده برای رسیدن به کاخ سفید پرسش اینجاست که از همین الان به نظر میرسه جمهوری خواهان پذیرفتن که قافیه رو برای کاخ سفید باختن و حالا همه تمرکزشون رو برای حفظ اکثریت در کنگره گذاشتن اینطور نیست من نمیتونم با قطعیت با این نظر موافق باشم برای اینکه درسته که اگر به نظر سنجی که آخر روز آخرین روز کاری هفته گذشته این یعنی روز جمعه منتشر شد نگاه کنیم بر اساس اون نظر های رسمی کلینتون جلو و رای خواهد آورد و میدونیم که مسئله حمله در واقع به ترامپ به خاطر حرفاش در مورد زنان حرفای توهین‌آمیزش در مورد زنان خب فضا رو برای ترامپ محدود کرده ولی از اون طرف دیگه هم این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که بخش زیادی از کسانی که به ترامپ رای میدن کسانی هستند که به طور سیاسی جزء جمهوری خواهان نبودن و حتی بخشی از اونها جزء گروه هایی هستند که در انتخابات شرکت نمی کردن. و ترامپ تونسته اونها رو بخشی از اونها رو بکشونه به صحنه بنابراین من فکر میکنم که شرایط خیلی هم روشن نیست به نفع دموکرات ها و این یکی دو هفته بسیار هفته های پیش از سرنوشت ساز هست اتفاقا آقای زید رادل حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته بودش که انتخاب ترامپ میتونه برای دنیا پیامدهای های خطرناکی داشته باشه چون ایشون انسان خطرناکی است خانم میشل اوباما گفته بودن که نامزدی داریم که به آزار جنسی زنان میبالد به حال این دو هفته دو همونطور که شما گفتین دو هفته بسیار سرنوشت سازی است و من فکر می یکی از کم نظیر ترین انتخابات و غیر قابل پیش بینی ترین انتخابات تاریخ آمریکا رو رقم بزن بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه از شما بینندگان گرامی هم بسیار سپاس گذارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه از طریق وبسایت ایران فردا، صفحه فیسبوک ما و یوتیوب در اختیار علاقمندان قرار دارد. شما میتونید انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق راههایی که الان روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در میان بگذارید. به اتفاق آقای رمضانپور از شما خداحافظی می‌کنم و تا برنامه بعد شما را به خدا می‌سپاریم.